حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن با ماست. آقای هاشمیان خیلی خوش آمدید. حملات حزب الله همچنان ادامه داره. چقدر احتمال داره سطح تنش ها از این چه هست بالاتر بره و شاهد یک جنگ تمام عیار در منطقه باشیم؟ یعنی درگیری هایی که الان وجود داره نشون میده که در همون قاعده درگیری سابق باقی مونده، اگرچه یه مقداری از لحاظ کمیت اضافه شده، و این نشون میده که ممکنه تصمیم اساسی در مورد یک حمله گسترده از طریق لبنان به اسرائیل صورت نگیره و این مربوط میشه به جمهوری اسلامی و سپاه پاسدارانه که بایستی در این زمینه تصمیم بگیره، که الان فضای تردید در جمهوری اسلامی وجود داره. همونطور که جمهوری اسلامی در مورد حمله به اسرائیل الان تنها مونده، حزب الله هم در لبنان تنها مونده. حتی مسیحیانی که هم پیمان در واقع حزب الله به حساب میان در امور سیاسی، الان در مورد این جنگ صدای آنها بلند شده و بخش دیگر مسیحیان که نیروهای لبنانی سمیر جعجع هستند، خواهان وحدت مسیحیان در برابر اون چه که حزب الله داره لبنان رو به ورطه جنگ میکشه. برخی مسیحیان هم خیلی علنا دارن الان انتقاد میکنن و محور مقاومت حزب الله رو محور افلاس نامیدن و محور ورشکستگی نامیدن، به این معنی که قرار بود که در این تابستون توریست بیاد، کار صورت بگیره، پول بیاد لبنان، اما به خاطر جنگ های حزب الله در واقع لبنان از این طریق حدود 2-3 میلیارد دلار ضرر دیده. آقای هاشمیان، گزارش وال استریت جورنال هم حائز اهمیت هست. به نقل از مقام های آمریکایی نوشته در واقع واشنگتن پیام های روشنی به ایران داده که دست به حمله بزرگ علیه اسرائیل نزنه. راجع به این مقاله چه فکر میکنید و فکر میکنید در نهایت واکنش ایران چه خواهد بود؟ ببینید، واکنش ایران الان نامشخصه. در واقع اون شعارهایی که قبلا مطرح کردن، الان متوجه شدن که به هر حال فاصله تهران تا تل آویو 1850 کیلومتره و در اینجا موشک ها پهپادها نیست که تعیین کننده است، بلکه نیروی هوایی هست و نیروی هوایی اسرائیل برتر از نیروی هوایی جمهوری اسلامی، همچنین شبکه های اطلاعاتی اسرائیل خیلی گسترده شده در ایران و ایران الان تنها مونده در میدان بعد از این نشست وزرای خارجه کشورهای اسلامی که فهمید هیچ کشوری با حمله به اسرائیل موافقت نمی کنه، حتی فضاش را هم در اختیار ایران قرار نمیده. در داخل ایران هم یک ملت خشمگین وجود داره با یک اقتصاد فروپاشیده و بنابراین تصمیم گیری در این مورد بسیار بسیار سخت شده برای جمهوری اسلامی و صحبت این نشریه و نشریات دیگه ممکنه درست باشه که جمهوری اسلامی از حمله به اسرائیل ممکنه عقب نشینی کنه. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن.